مسئولین کرونا کشور رو به یک تفکر منطقی دعوت میکنن. WHO دلسوز کشور ما نیست. گفتم به تو مشکل ما اینه. من با یکی از اطبایی که میگفت فایزر بهش گفتم شما میدونید که این فایزر چطوری ایمنی ایجاد میکنه؟ جوابش این بود که آقای دکتر سجادی اینو فایزر بهتر از من و شما میدونه. این یعنی تقلید کورکورانه، در حالی که خود دکترهای آمریکایی اونجا رو قبول ندارن. الان در چندین ایالت آمریکا، الان ویرجینیا، ساوت دکوتا، پروتکلایی که دارن با پروتکلای وزارت بهداشت خود آمریکا فرق داره، با پروتکلای WHO فرق داره. همین آقای دکتر 10 روز پیش که ایران به من گفت، گفتن به من شما یه مرجع کوچیکی، مرجع بزرگ ما WHO و FDA آمریکاست. گفتم کورکورانه؟ گفت بله کورکورانه. امنیت جامعهمون رو میتونیم ندیم بر اساس یک تفکر منطقی به WHO. نه همه حرفاشو کنار بزنیم و نه همه حرفاشو بپذیریم. اینو میتونیم درک کنیم یا نه؟ WHO دلسوز کشور ما نیست. اومدن از امام صادق علیه السلام پرسیدن که آقا مردم یهود که رباخاری بینشون رواج پیدا کرده به واسطه تحریفی که علماء یهود انجام دادن، مردم که مقصر نیستن، عوامن رفتن از عالم پرسیدن، اون عالمشون بوده که تحریف کرده کلام خدا رو و گفته رباخاری اشکالی نداره. این سوالی است که از امام صادق علیه السلام پرسیدن. یعنی مردم معذورن در اثر جهلی که دارن. امام صادق علیه السلام فرمودن مردم معذور نیستن، مردم همونقدر مقصرن که اون علما. چرا؟ فرمودن مردم باید فکر میکردن آیا این علما راستگو هستن یا نه. ببینید این اون تفکر منطقیه که ما نیاز داریم برای درک درست. ما فقط به دانایی نیاز نداریم، به تعقل و تفکر منطقی نیاز داریم. این تفکر منطقی ما رو وادار به بررسی و مطالعه میکنه. این تفکر منطقی ما رو وادار به بررسی سخنان و منابع این سخنان میکنه. درسته؟ ما موظفیم به تفکر منطقی. بگذارید دینی تر صحبت بکنیم. ما در دوران غیبت نمیتونیم چشممون رو ببندیم بگیم هرچی علما گفتن. نه، باید چشممون رو باز کنیم، علما رو انتخاب کنیم. ما ممکنه علم نداشته باشیم ولی انقدر باید از تفکر منطقی برخوردار باشیم که بفهمیم کدام عالم قابل اعتماد تره. و الا میشیم مثل قوم بنی اسرائیل که به علما یهود اعتماد کردن و با هم به دوزخ میرن. دقت فرمودید؟ از تفکر منطقی گاهی از اوقات جای جهل ما رو میگیره. من یه چیزایی رو نمیدونم، باشه نمیدونم، ولی بر اساس تفکر منطقی پزشکم رو انتخاب میکنم. امنیت جامعهمون رو میتونیم ندیم بر اساس یک تفکر منطقی به WHO. نه همه حرفاشو کنار بزنیم و نه همه حرفاشو بپذیریم. ما یه چیزی داریم به نام پزشکی در آمریکا، درسته؟ این قابل احترامه. خودم پزشکی ما یه چیزی داریم به نام مؤسسات سه رقمی یا سه حرفی وابسته به دولت آمریکا. بله. مثل FDA، مثل CDC، مثل NIH. اینا همه وابسته به کمپانی‌های دارویی هستن. اینا به یه صورت یا نوع دیگه از کمپانی‌های دارویی حقوق میگیرن یا چیزهای مختلف یا تحت فشار هستن. شما ببینید متاسفانه ما اکثر اطبامون تو ایران اینها ذوب در ولایت انتقاد علمی به این مؤسسات سه رقمی یا سه حرفی آمریکا و غرب هست، در حالی که خود دکترهای آمریکایی اونجا رو قبول ندارن. الان در چندین ایالت آمریکا، الان ویرجینیا، ساوت دکوتا، پروتکلایی که دارن با پروتکلای وزارت بهداشت خود آمریکا فرق داره، با پروتکلای WHO فرق داره. برای مثال از دسامبر پارسال گفتن رمدسویر و
فامیپیراویر ندید، اینا هیچ اثری نداره رو. ولی ما هرچی به اطباء همکارا تو ایران گفتیم گوش نمی‌کردن. تمام شاگردای خود من که براشون دستورالعمل آیورمکتین فرستاده بودم مال اف دی ای رو فرستادن و اینطوری میکنن: استاد ما شما رو قبول داریم ولی اف دی ای مرجع ماست. خب ببینید، ما مشکل ما اینه که این تقلید کورکورانه است. همین اطبایی که تقلید کورکورانه از WHO، از سازمان بهداشت جهانی، از CDC، از FDA میکنن، مخالف تقلید در مسائل مذهبی است. شما مرجعیت دارید، به مرجعتون رجوع میکنید، نظرشو میگیرید، با قرآن و عقلتون میسنجید، اگه درست باشه اجرا میکنید. همین آقای دکتر 10 روز پیش که ایران به من گفت، گفتن به من شما یه مرجع کوچیکید، مرجع بزرگ ما WHO و FDA آمریکاست. گفتم کورکورانه؟ گفت بله کورکورانه. ببینید مشکل اینه. تا این مشکل رفع نشه، آقای خامنه‌ای حرف خوبی زدن، گفتن شما باید نگاهمون به درون باشه. منم به همه این پزشکانی که من ترین کردم، این چشم پزشکا، همه‌شون میدونن. من موقع فاخته‌رسی بهشون گفتم شما رو پای خودتون بایستید، ایرانی ها IQشون بالاست، شما از پزشکان، چشم پزشکان آمریکا بهتر هستید، مقلد اونها نشید. ولی متاسفانه اکثریت مقلد اونها هستند. و مشکلی که ما داریم در این که این کووید داره ادامه پیدا میکنه و اینقدر مرگ و میر داره همینه. بنابراین اینها میپرستن اینا رو و در حد معصوم میدونن این پزشکان رو در آمریکا. تا حالا حرفایی که پذیرفته شده و بعد خطا بوده، کنار گذاشته شده، یک بار اعلام بشه که مردم ما به این دلیل اعتماد نداریم، یا به این دلیل اعتماد داریم. درسته؟ بالاخره معلوم میشه دیگه. من همینجوری میگم که سازمان‌های جهانی قابل اعتماد نیستن، در حداقل فرصت‌ها استفاده میکنن و ضربه میزنن به ملت‌های بالاخره جهان، به ویژه ما که دیگه معلومه که درگیریم با قدرت‌های بزرگ. من بیشتر از این که به امام حسین ایمان داشته باشم، به WHO ایمان ندارم. یعنی در واقع اعتمادی نیست به اونها، به دلیل اینکه اونها معلوم نیست رو چه حسابهایی به طراحی اداره جهان میپردازن. بسیاری از کشورها WHO رو دستوراتش رو رعایت نمی کنن. برخی از دستورات WHO در کشور ما اجرا شده، اثر بدش رو نشون داده. متاسفانه خبرنگاران ما و خبرگزاری های ما در این زمینه تعطیلن که بررسی بکنن پیامدها و تعداد کشتارهایی که در ایران انجام گرفته در اثر پروتکل های غلط. اینا چقدر بوده؟ حالا ضرر مالی آوردن داروهایی که به صلاح نبوده، خریدنش، مسئولیتش با کی هست؟ اونها در مقابل جان مردم ارزشی نداره بخوایم بهش بپردازیم؟ ولی آیا واقعا مافیای دارو هست؟ آیا کسی در این زمینه خطایی صورت داده، ترک فعلی یا فعل غلطی صورت گرفته؟ من لااقل امیدوار بودم که پزشکان مربوط به سپاه، نهادهای امنیتی با 1% احتمال مثلا نبرد بیولوژیک بودن این ماجرای کرونا یک اهتمام ویژه‌ای داشته باشن. من ندیدم، البته بنده آدم مطلعی نیستم، حتما دارن یک بررسی‌های انجام میدن. و اگر این دوستان دارن از نظر امنیتی کشور رو رصد میکنن در ارتباط با پروتکل‌ها، در ارتباط با پیشنهادهای WHO، حتما اونها تو دستور کارشون مطالعه 40 هم هست. و اگر بنا باشه که پزشکان سپاه هم بیان صرفاً تبعیت بکنن از پروتکل‌های WHO، پس ما به کجا پناه ببریم؟ ولی متاسفانه مسئولین تو ایرانش توجهی به حرفای ما نکردن و من واقعاً ازشون گله دارم. و این دفعه آخرم که ایران بودم به یکی از مسئولین گفتم 600 نفر در روز دارن میمیرن تو ایران، شما مسئول مرگ 540 نفرشون هست. امنیت جامعه همون رو میتونیم ندیم بر اساس یک تفکر منطقی به WHO.
WHO دلسوز کشور ما نیست. گفتن به من شما یه مرجع کوچیکی، مرجع بزرگ ما WHO و FDA آمریکاست. گفتم کورکورانه؟ گفت بله کورکورانه.